اياك نعبد و اياك نستعين، یعنی ای بار خدایا غیر از تو هیچ کسی رو عبادت نمی کنیم و غیر از تو از هیچ کسی استعانت نمی طلبیم. خب این آقایونی که این آیه را شب روز می خونند بعد میگن یا حسین ادرکنی و یا مهدی، اینا غیر از خدا کسی نمی خوانند، غیر از خدا استعانت نمی طلبند. اینجا یه مغلطه ممکنه ذهن بعضی از جاهلان رو چیز کنه، اذیت کنه که آقا شما در نمیگی ماشینت خراب بشه است کسی دیگه کمک نمیگیرید، آقا این در امور دنیوی است، ما در امور اخروی حرف میزنیم. در امور دنیوی اون آقا که مکانیکی که میاد ماشین تو رو درست میکنه، اون مالک این کار هست، میتونه این کار رو بکنه، اما هیچ کسی مالک غیب نیست، هیچ کسی مالک شفا نیست. امور غیبی رو، امور بشر رو، این کائنات غیر از خداوند کسی دیگه اداره نمیکنه. ولی با این تلویس ها، با این مغلطه ها پیروان خودشون رو فریب میدن. و وقتی که شما از غیر از خدا کمک میگیرید، غیر از الله کمک میگیرید، از بشر کمک میگیرید، هر چقدر این بشر نفوذ داشته باشه، قدرت داشته باشه، همش تازه زنده باشه، در محدودیت بشریشه، طرفت العینی جهان بر هم زند، کس نمی آرد که آنجا دم زند. در محدودیت بشریشه، ما در عالم متغیرات زندگی میکنیم، در عالمی که همه چیزش هم در حرکت و هم در دگرگونی، قوی ممکنه ضعیف بشه، صاحب نفوذ ممکنه بیچاره بشه و تازه اینم رخ نده ممکنه بمیره و کسی غیر از خدا نمیمونه. لذا خداوند میخواد که طرف قرارداد خودش را که مؤمن باشه از ذلت دنیا دور کنه، از ذلت پستان دور کنه، از ذلت خاکان دور کنه. آخوند پلید میاد خاک به سر میکنه. این عکسایی که برنامه رنگارنگ نشون میده، چادرهای زنا پر از خاک، مردا پر رو صورتشون پر از خاک، خودشون رو خاک به سر میکنن که آقا من کلبلیم. کلب شدن، سگ شدن افتخار داره؟ فرهنگ کلبی، فرهنگ سگی، این افتخار داره که تصوف منحرف و تشیع منحرف درستش کرده، همش کلب درست کنه؟ پیغمبران آمدن انسانها رو انسان بکنن، به انسانیت خود بازگردانن، نه کلبلی. و چرا خدا خود کلبلی نمیشن؟ چرا خود خاک به سر نمیکنن؟ چرا یک مرجع شما ندید که خودش خاک به سرش کنه، به سر کله خودش بزنه؟ مگر بیاد برای فریبکاری مردم. لذا خداوند میخواد که انسانها ذلیل دیگران نشن، از حی و زنده استعانت به طلبند و کمک به طلبند که مرگ را درش راهی نیست. خداوند متعال از قوی استعانت به طلبند که ضعف را درش راهی نیست، از قاهری استعانت به طلبند که تنها اوست که میتونه همه هستی را در رهن اشارش بکنه و کرده، همه این هستی در رهن اشارشه، کن فیکون. لیکن اینو مؤمن میدونه و وقتی که از خداوند کمک میگیرید، خداوند حی و حاضر در پهلوته و تنها اوست که ضعفت را به قوت مبدل کنه. ولذا مؤمن همیشه به یک نیروی برتر از خودش پناه میبره. بلکه کسانی که با پیغمبران می جنگن، با دین خدا می جنگن، با پیام آسمانی می جنگن، همیشه صاحب نفوذان و قدرتمندان و چپاولگران و کارتل های نفتی و نمیدونم درندگان و چرندگان جهانن، بلکه منفعتشون در خطر میشه و خواه نخواه با مؤمنان وارد گفتگو، وارد کشمکش میشن، وارد جنگ میشن. و لذا خداوند در این کشمکشی که بین حق و باطل، در این جنگ بین حق و باطل، میگه که بیایید مرا پهلوی خود قرار بدهید، از من کمک بطلبید، نه از قبرها.